سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی پنجشنبه خود گفت رژیم ایران سابقه طولانی در حبس ناعادلانه اتباع خارجی و استفاده از آن به عنوان یک اهرم سیاسی دارد. این رژیم همچنان به طور وسیعی در نقض حقوق بشر دست دارد. از جمله بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی افراد که بسیاری از آنان پس از یک محاکمه غیرمنصفانه تحت شکنجه قرار گرفته و یا با اعدام مواجه شدند. این رفتار بسیار ظالمانه و تنفرانگیز است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود ما به همکاری با شرکای خود ادامه می‌دهیم تا به اقدامات شنیع رژیم ایران در بازداشت‌های غیرقانونی اتباع دیگر کشورها رسیدگی کنیم. همچنین از کشورهای سراسر جهان که در این زمینه با ما هم عقیده هستند خواسته ایم تا به رژیم‌هایی مانند رژیم ایران فشار بیاورند.